به نام خداوند بخشنده مهربان شما را خوش آمدید میگیم به درس 131 مضمون ریاضی سنف ده در این درس ما و شما ادامه درس قبلی خود میخوانیم که در حقیقت خاصیت های مزدوج یک عدد مختلط هست ما و شما در درس قبلی خود تقسیم اعداد مختلط را خواندیم و در تقسیم اعداد مختلط یک بخشی که زیاد بر ما و شما با اصطلاح پر استفاده بود بعد زیاد ازش ما و شما کار گرفتیم ای بود که خاصیت های اعداد که مزدوج هستند خصوصا اعداد مختلطی که مزدوج هستند اونا چطور میتونه تاثیر بکنه روی از یک مو شما ناطق سازی را انجام بدیم که بعد باز عملی تقسیم اعداد مختلط بتونه که به اصطلاح انجام شه پس به این ترتیب ما شما در این درس خود آله بحثی را که داریم خاصیت های مزدوج یک عدد مختلط هست یعنی یک عدد مختلط چه خصوصیت هایی داشته باشه که البته در مزدوج اعداد هم اون باز اهمیت داره ببینین خاصیت اولی رقمی است که ما و شما اگر مزدوج اعداد مختلط را با هم جمع کرده باشیم یا ای که به اصطلاح همو حاصل جمع را که انجام دادیم از مزدوج اعداد مختلط اینا را به اصطلاح علامهش علامش تغییر بتیم به عدد, مخت... عدد مزدوجش تبدیل بکنیم یعنی ای که خود عدد مورد نظر را ما و شما به مختلط وقتی که جمع کردیم جمع شه علامه تغییر بتیم یا ای که به اصطلاح مزدوج ها را با همدیگر دیگر جمع بکنیم میشه جمع را به صورت ساده انجام بتیم بعد به مزدوجش تبدیل بکنیم یا ای که میشه اول به مزدوج تبدیل کنیم بعد دانه دانه جمع به ترتیب در دومش حالت تفریق است میشه ما شما اول اعداد مختلط را از همدیگر تفریق کنیم بعد از او باز به با مزدوج به اصطلاح امو حاصل تفریق که بعد است آمده به مزدوج قوسش تبدیل بکنیم یا ای که اول قوس های مزدوج را بعد است داریم بعد از او باز شما این را از همدیگر تفریق بکنیم هر دو حالت ممکن هست که به اصطلاح با, با همدیگر مساوی شد یا در اینجا بر شما آورده که مثلا اگر شما حاصل ضرب اعداد را اعداد مختلط را داشته باشیم بعد به با اصطلاح نتیجه ضرب را به مزدوج یا بگم به قوس مزدوجش تبدیل بکنیم و یا یکی میشه اول به قوس های مزدوج تبدیل کنیم بعد اینا رو با هم ضرب بزنیم که در ضرب هم خاصیت تبدیلی وجود داره چی زید یک را ابتدا ضرب زید دو کنیم و یا بگیم زید دو را ضرب در زید یک بکنیم و با هم مساوی خواد بود به همین ترتیب در حالت تقسیم هم میشه ما و شما ابتدا مزدویج ها را دریافت کنیم بعد تقسیم بکنیم و یا میشه تقسیم را انجام بدیم بعد باز مزدوج مشخص بسازیم در حالت پنجم بر ما و شما گفته اگر ما یک عدد مختلط را با مزدوجش جمع بکنیم نتیجهش یک عدد حقیقی به دست میه ولی اگر از یک عدد مختلط ما مزدوجش را تفریق بکنیم در اون صورت نتیجهش همون جز موهومی یا قسمت موهومی به دست میه و از طرف دیگه اگر دو بار ما مزدوج یک عدد مختلط را دریافت کنیم در حقیقت مساوی به حالت اولی یا در حقیقت مساوی اصل خود عدد مختلط مورد نظر میشه پس به این ترتیب دو بار تبدیل کردن این یک بار علامه مثبت پس منفی شه. اما حالت اولی که منفی بوده پس تا مو حالت اولی به اصطلاح مطابقت میکنه به این ترتیب حالا ما شما مثال داریم میخوایم مثال را کار بکنیم بعد ببینیم که چطور میشه این مثال خود را حل بکنیم مثال بر ما گفته که اگر زید یک مساوی به 4 جمع 5 آی و زید دو مساوی به منفی 3 جمع 2 آی باشند نشان دهید که زید یک جمع زید دو مساوی با زید یک جمع زید دوی که در این حالت ابتدا جمع شده بعد مزدوج دریافت شده در این حالت ابتدا مزدوج های زید یک و زید دو دریافت شده بعد با همدیگر جمع شدن و حالت ضربشان با همدیگر دیگر چی هستن با همدیگر مساوی هستند. میخوایم مثال را کار کنیم ببینیم که چطور میشه آیا اینا با همدیگر دیگر مساوی بودن میتونن یا نمیتونن. پس در ابتدا می که زید یک را مساوی داریم با چار جمع پنج آی چار جمع پنج آی به همی ترتیب زید دو را مساوی داریم به منفی سه مثبت دو آی به این ترتیب یک قسمت که ما و شما اینا را داریم با همدیگر مساوی است بعد بسی که در اینجا داریم از ما و شما چی خواسته؟ از ما و شما ای را خواسته که زید یک جمع زید دوی زید یک جمع زید دو مساوی با زید یک جمع زید دوی که در این حالت هستن اینا چی تفاوت از هم دیگر داره ببینین در اینجا میگه ابتدا جمع را انجام بتین بعد از اینکه جمع را انجام دادین حاصل جمع را یا بگیم قوس حاصل جمعی که بعد است آمده به مزدوجش تبدیل کنید ولی در طرف راست میگه ابتدا مزدوج ها را دریافت کنین بعد مزدوج های دریافت شده را با هم جمع بکنید پس در این صورت بر ما و شما یار دو حالت بسیار زیاد میتونه که ساده باشه به شرطی که از پیش ما گد نخوره یا بگیم در ابتدا به بر ما و شما مشکل خلق نکنه خب در این حالت پس چی میشه اول زید یک جمع زید دو رو دریافت میکنم زید یک جمع زید دو مساوی است با در اینجا داریم 4 مثبت 5 آی جمع منفی 3 مثبت دو آی که به ترتیب است پس زید یک جمع زید دو مساوی هست به چار را داریم مثبت پنج آی را داریم مثبت ضرب منفی میشه منفی سه مثبت ضرب مثبت هم میشه مثبت دو آی نتیجه ای را که داریم دو قسمت حقیقی هست یا بگیم جزء به اعداد حقیقی است و دو قسمت هم اعداد موهومی هستند اعداد حقیقی را چی کار میکنیم از هم تفریق میکنیم چون علائم های مختلف داره از 4 که 3 کم شوه یک باقی میمانه و 5 جمع 2 مساوی با چی میشه مساوی میشود به 7 آی پس ما و شما یک مثبت 7 را من حیث جواب خود بعد آوردیم و یا بگیم من حیث جواب ما حاصل شد پس در اینجا پس حالی که یک جمع هفت آی را داریم چطور میشه این حالت را داشته باشیم خود امی یک جمع هفت آی را که من حیث نتیجه بدست آمده به شکل قوس مزدوجش تبدیل میکنیم پس در اینجا نوشته میکنم که زید یک جمع زید دو به شکل چی تبدیل شده؟ قوس مزدوجش نتیجه زید یک جمع زید دو چی بوده؟ یک جمع هفت آی بوده در قوس های مزدوج هم گفتیم فقط علامه قسمت موهومی را تغییر میتیم یعنی فقط علامه مثبت هفت آی را تغییر میتیم پس یک منفی چی میشه؟ منفی هفت آی میشه بنان یک قسمت را ما شما با اصطلاح تنظیم کردیم یا بگیم جوابش حاصل کردیم حال قسمت دومی که از ما شما خواسته زید یک جمع زید دوی قوس های مزدوج را با هم جمع بکنیم بعد هم رایزی مقایسه کنیم چطور خواهد شد پس ابتدا ما می که زید یکی که قوس مزدوج هست او را به دست بیارم خود زید یک چی بوده؟ چار مثبت پنج آی بوده پس قوس مزدوجش میشه چار منفی پنج آی و به همین ترتیب زید دو مساوی چی بوده؟ منفی سه مثبت دوای بوده منفی سه را کار نداریم فقط علامه مثبت دوای را تغییر میتیم پس منفی سه خودش مثبت دوای را نوشتن میکنه منفی دوای. آل پس حاصل جمع از اینا البته یا قوس مزدوج زید دو هست پس زید یک مزدوج جمع زید دوی مزدوج اصلی مساوی است به 4 منفی 5 آی به اصطلاح جمع شود با چی؟ با منفی سه منفی دو آی که در اینجا به این ترتیب داره. پس این سمت چپ را تکرار نشته نمی کنم در سمت راست چار را داریم منفی پنج آی مثبت ضرب منفی منفی سه مثبت ضرب منفی منفی دو آی که به ترتیب است پس از چار که سه کم شوه یک باقی میمونه منفی پنج و منفی دو هم میشه منفی هفت آی آیا هر دو قسمت بعد است آمده با همدیگر مساوی هستند یا خیر؟ بله با هم مساوی هستن پس این خاصیت که ما و شما در قسمت حاصل جمع اعداد مختلف میشه اول به اصطلاح جمع بکنیم بعد مزدوج قوس شد... یا قوس مزدوج رو بگیم دریافت کنیم یا میشه بگیم اول با اصطلاح قوس های مزدوج را دریافت کنیم بعد از او با هم جمع بکنیم اینا با هم میتونه مساوی باشه پس به با همین ترتیب آل حالت ضرب کار میکنیم که چطور است زید یک جمع زید دو و زید یک البته ضرب زید دو و زید یک ضرب زید دو را در حالتی که قوسا با هم چی هستن در حالتی که حالت مزدوج دریافت شده باز با هم ضرب بزنیم پس در اینجا ابتدا ضرب میکنیم بعد از قوس مزدوج دریافت میکنیم یا بگیم مزدوج همو عدد مختلط را دریافت میکنیم اما در حالت دوم ابتدا چی کار میکنیم ابتدا میاییم مزدوج قوس ها را دریافت میکنیم بعد از او مزدوج ها را با همدیگر دیگر ضرب میکنیم خب زید یک ما و شما از قبل داریم قیمتش 4 مثبت 5 آی هست ابتدا میخوایم این حالت را کار کنم زید یک ضرب زید دو پیدا شد بعد از او باز نتیجه به با قوس مزدوج تبدیل کنیم 4 مثبت 5 آی 4 مثبت 5 آی ضرب در زید دو چی از قیمتش منفی 3 مثبت دو آی به ای ترتیب داریم. پس زید یک ضرب زید دو مساوی است به چهار ضرب سه میشم منفی دوازده چهار ضرب در دو میشم مثبت هشت آی به این ترتیب آن نوبت پنج هست یا بگم نوبت پنج آی است مثبت ضرب منفی منفی پنج سه پانزده آی و به این ترتیب مثبت ضرب مثبت هم مثبت میشه دو ضرب پنج ده آی ضرب در آی هم مساوی به آی مربع میشه که به این ترتیب ما شما دریافت کردیم پس در اینجا یک ضرب دو مساوی هست با. ببینیم چی تغییرات میشه بیاریم منفی دوازده رو در ابتدا داریم ای هم میشه آی مربع ما منفی یک منفی یک ضرب مثبت ده میشه منفی ده پس مثبت هشت آی منفی پانزده آی که به این ترتیب ما شما داریم پس این تکرار نشته نمی کنم منفی دوازده و منفی ده میشه منفی بیست به این ترتیب از پانزده که هم کم شده منفی هفت آی باقی میمانه این حاصل ضرب هر دو و اصطلاح قوسا یا بگیم هر دو عدد مخترد زید یک و زید دو بوده میشه به ترتیب ساده تر کنم که زید ضرب زید دو مساوی به منفی 22 منفی 7 آی هست زید یک ضرب در زید دو حال بالای از این خط که داشته باشه مزدوج حاصل ضرب چطور میشه بسیار ساده ای رقم نوشته میکنیم که زید یک ضرب زید دو مزدوجش یا بگیم حاصل ضربی که جدا بعد مزدوجش ما شما, شما بعدش بیاریم مساوی با است مساوی است و در اینجا ما شما علامه منفی 22 را خودش داریم علامه مثبت آی... البته منفی هفت آی را مثبت 7 آی میسازیم و به این ترتیب ما شما جواب خود به صورت میتانیم دریافت کنیم یا میشه البته ای حالت گفته با همدیگر مساوی هستند چیکار باید بکنیم ابتدا این قوس های زید یک و زید دو را که داریم مزدوج هایش دریافت میکنیم بعد از او باز با همدیگر دیگر ضرب میکنیم بعد با هم ضرب بکنیم حاصل ضربی از اینا برای ما شما چی را ایراد میکنه امی قیمت منفی 22 مثبت 7 آی مثل که در حالت جمع ما شما ایرا امتحان کردیم و به اصطلاح دریافت کردیم منفی 22 مثبت 7 آی که در اینجا ما شما به دست آوردیم در حالت ضرب وقتی جدا جدا هم ضرب بکنیم امو منفی 22 مثبت 7 آی حاصل خواهد شد بنان پس به این ترتیب ما شما دو تا خاصیت را که عبارت از ضرب اعداد مختلط بود و نتیجه حاصل زر وقت حاصل می شد ما و شما در او چی کار میکردیم؟ کردیم؟ به اصطلاح جوابی که داشتیم در او جواب مورد نظر خود بعد علامه ها را تغییر می دادیم یعنی قوسی که بعد است آمده او را به شکل قوس مزدوج تبدیل می کردیم یا ای که برای ما و شما می شود ابتدا قوس های مزدوج را دریافت کنیم بعد نتیجه را با هم ضرب بکنیم و یا جمع بکنیم عین قیمت ما رو نظر حاصل می شود که ما و شما در این مثال خود دیدیم و امتحان کردیم آل مثال دوم را داریم گفته اگر زید مساوی با x جمع y آی باشد در این صورت جمع زید مزدوج و زید منفی زید مزدوج را دریافت کنید یعنی یک بار خود زید در نظر میگیریم یک بار به عوض علامه مثبت قوس به عوض x مثبت y آی x منفی y آی را در نظر میگیریم که به این ترتیب بر ما شما حاصل میشه پس در اینجا ما شما میشه که بسیار به سهولت اول با اصطلاح x جمع y آی باز جمع کنیم با x منفی y آی که جوابش چی میشه قسمت حقیقیش که عبارت از دو x باشه و بعد دختر تفریق کنیم قسمت چی بعد اسم قسمت موهومی بعد میفهمیم در این قسمت منفی زر منفی مثبت میشه x ها خلاص میشه مثبت دو y آی و دو y آی که وقت دیگر جمع شوه جوابشان با هم دیگر دو دیگر را خب در ما شما خواسته که زید مساوی با دو جمع آی در فعالیت زید جمع زید مزدوج را و به اصطلاح دو بار کلامه را تغییر بیتیم میفهمیم پس خودش میشه مثلا دو بار چیگونه تغییر بیتیم ببینید در اینجا امی خود زید مساوی به x جمع y آی هست یک بار قوس مزدوی چه بدست بیاریم میشه x منفی y آی باز قوس مزدوج جزیره که بدست بیاریم پس امی علامه مثبت را که منفی ساخته بودیم دوباره مثبت در نظر گرفته میشه برون دوباره مثبت میشه وقتی دوباره مثبت شد پس همو قوس اولی یا بگیم همو عدد مختلط اولی بعد میاد که مشکلی نخواهد داشت و زید منفی زید به اسلام مزدوج را در آخر میتونیم به این ترتیب دریافت کنیم خب تمرین درس خود را داریم در تمرین هم بسیار زیاد مسائل ساده و خوب گفته شده برای ما شما گفته خارج قسمت ها را دریابید یعنی در این جهالت تقسیم را ما شما داریم میشه از این حالت تقسیم چی کار بکنیم مستقیما صورت و مخرج را ضرب مزدوج مخرج بکنیم مزدوج برای کسر اولی در مخرج چی باید باشه سه منفی پنج آی هست میشه سه مثبت پنج آی در نظر بگیریم بر دومی شش منفی آی هست پس مزدوجش چی میشه شش مثبت آی به همی ترتیب برای کسر سومی اومی دو منفی پنج آی هست مزدوج از دو مثبت پنج آی میشه و بر آخر یک منفی آی هست که مزدوجش یک مثبت آی میشه و میشه ما شما به این ترتیب بسیار براحتی به اصطلاح خود آلت تقسیم را که داریم اینا را ساده سازی کرده و خارج قسمت را بدست بریم ضمن از ناطق سازی هم صورت میگیره سوال دوم به شما گفته اگر زید یک مساوی به منفی ای منفی سی بی آی و زید دو مساوی به دو ای منفی سی بی آی باشند نشان دهید که در این صورت این حالت ها را ما شما بالا از تطبیق میکنیم حالت تقسیم را اجرا میکنیم به می ترتیب حالت ضرب را اجرا میکنیم و به می ترتیب حالت ضرب را با قوسای که بعد از نتیجه ضربی را یا بگیم نتیجه حاصل ضرب را به شکل قوس مزدوج تبدیل کنیم یا اول قوس های مزدوج را دریافت کنیم بعد با اصطلاح با هم دیگر ضرب بکنیم که ما شما از حالت ضرب و جمع زردوش دوش مثال کار کردیم حالا تقسیمش هم تفاوت خیلی خاص نداره شما میتونین اجرا کنید و مشکل خیلی خاصی نیست سوال سوم گفته خارج قسمت ها را دریابید و جواب های خود را به شکل A جمع B آی بنویسید بسیار زیاد ساده است ضرب قوس های مزدوج میکنیم بعد و در آخر به اون شکل استاندارد یا معیاری که را همی شد می‌کنیم. می کنیم قسمت اول ما شما یک عدد می در قسمت دوم عدد موهومی می هر که با اصطلاح غیر از خود عدد موهومی بود رو من های قرار می برای ما شما به شکل A جمع B ای چی میشه تنظیم میشه و مشکل نخواهد بود سوال چهارم با شما خارج قسمت شش جمع منفی جذر سی و شش و سه جمع جذر منفی نور گفتم مساوی هست با ببینین جذر منفی سی و شش ما شما در حقیقت میشه جذر البته منفی یک ضرب مثبت سی و شش جذر و شش باز شش میشه جذر منفی یک هم آی میشه پس بنان میشه شش جمع شش آی و در اینجا میشه سه جمع سه آی پس در اینجا وقتی ما و شما 6 جمع 6 آی را داریم و 3 جمع 3 آی را داریم در این قسمت میشه ما و شما 6 را مشترک بگیریم و در این قسمت میشه به اصطلاح 3 آی را را مشترک بگیریم بعد به اصطلاح در این قسمت جوابی که داریم میشه و سهولت به این ترتیب دریافت کنیم شه ببینیم که چطور میشه جواب درست برازی حاصل کنیم 6 جمع جذر منفی 36 داریم بر سه جمع جذره منفی نو و ترتیب میخواییم که را ساده سازی کنیم پس در اینجا نوشته میکنیم شش مثبت جزر میشه که منفی یک ضرب در سی و شش در نظر بگیریم و در مخرج کسرم سه مثبت منفی یک ضرب در چی در نظر بگیریم؟ ضرب در نه در نظر بگیریم پس در صورت جذر مربع سی و شش شش میشه شش جمع شش جذر منفی یک در مخرجم سه جمع سه جذر منفی یک. به این ترتیب مو شما منفی اکر مساوی به آی داریم پس وقتی اینا مساوی با آی باشه 6 جمع 6 آی بر 3 جمع 3 آی که به ای ترتیب ما شما در اینجا داریم خب پس در این قسمت 6 جمع 6 آی بر 3 جمع 3 آی که ما شما داریم میشه 6 را مشترک بگیریم یک جمع آی میمانه و در مخرجم 3 را مشترک بگیریم یک جمع آی میمانه پس در اینجا یک سه سه دو سه شش میشه یک جمع آی هم با هم دیگر کامل خلاص میشه جواب مورد نظر مساوی عدد دو بدست میه که به این ترتیب جواب درست ما و شما هم گزینه بی هست جواب البته سوال پنجم هم به می ترتیب شما میتن حل بکنین و مشکل خاصی ندارد درس شما و شما در جریان درس خود خواندیم و میتونید سوال بسیار به سهولت حل کنین و جوابش دریافت کنین درس امروز ما هم در همین جا پایان میرسد تا درس بعدی از مضمون ریاضی صنف دهم هم همه شما رو به خداوند بزرگ بنیاز میسپارم موفق باشید